یا مقاله‌ای که در مورد فریدون و هویدا نوشته، میگه کتاب فریدون و هویدا، رمان فریدون و هویدا قابل بررسی نیست، برای اینکه این خدمتکار رژیم کتاب روشنفکری نیست. شما اگر نگاه بکنید به کسانی که با شاه همکاری میکردن، خانلری، هویدا، فریدون هویدا، بسیاری دیگه از کسانی که دور برای علم بودن، اینها همه جز روشنفکرهای خیلی مهم ایران بودن، منتها چون با شاه همکاری میکردن دیگه در جمهور روشنفکری به اصطلاح جایی نداشتن. چون مفهومی که از روشنفکر در ایران جا افتاد و حزب توده، جلال آل احمد، اینها نقش مهمی داشتن در جا انداختن این مفهوم، این بود که روشنفکر کسی است که با وضع موجود در تقابل و تعارضه. اگر شما با وضع موجود در تعارض نباشید، اگر با شاه مثلا همکاری بکنید، دیگه روشنفکر نیستید. نیکاه تا زمانی روشنفکر بود که مخالف شاه بود، وقتی که گفت من فکر میکنم باید با شاه همکاری کرد، میگه از جمهور روشنفکری. پس یه ریشه این تعارض در این مسئله ایست که عرض کردم. اونچه که این مخالفت رو دوچندان کرد تجربه 28 مرداد بود. 28 مرداد یک زخمی بود که واقعا هرگز التیام پیدا نکرد و روشنفکران ایران قسمتی که در سلک مخالفین بودن هرگز شاه رو به خاطر نبخشیدن. این رابطه در شاه هم وجود داشت. شاه یه رابطه عجیب عشق و نفرت به روشنفکر داشت. بارها حتما در خاطرات علم و جاهای دیگه دیدید که از اونها به عنوان انتلکتوئل یاد میکنه. توی همون گزارشی که بهش اشاره کردم که زاهدی می‌نویسه به شاه در 1973 و میگه که روشنفکرا به گفته این آمریکایی تعداد زیادیشون با شاه مخالف هستن، چرا اینطوره؟ یکی از حواشی که شاه می‌نویسه اینه که ما در ایران روشنفکر واقعی نداریم، اونهایی هم که داریم مارکسیست هستن یا مارکسیست اسلامی هستن. ولی در این حال، در این حالی که این همه تحقیر می‌کرد، انتلکتوال میخواندشون، ولی رغبت فراوانی به جذبشون داشت. تمام تلاشش میکرد که اینها رو جذب کنه. شما وقتی ببینید کسانی که نظریه پردازان حزب رستاخیز بودن، تقریبا 80% 75% مارکسیست های سابق بودن یا اطرافیان علم که بخش عمدهشون به غیر از خانلری از یا سابقه حزب توده‌ای داشتن، یا اطرافیان هویدا که یا حزب توده‌ای بودن یا ماویست بودن، و اینها توی اون جنگ دارن با هم در تدوین حزب رستاخیز با هم مبارزه میکنن. یعنی اگر کسی از این روشنفکرها حاضر میشد بیاد بیعت بکنه با شاه، خیلی شاه تحویلش میگرفت و خیلی بهای خوبی برای این بیعت میداد. و همین خاطر یه رابطه ای بود که اونطور که عرض کردم تا حدی ریشه در خود مفهوم روشنفکر داشت. 28 مرداد تشدیدش کرد، رفتار شاه دوباره کمکی به حل این مسئله نکرد، و فکر حاکم بر جریان روشنفکر ایران، یعنی یک نوع روایت ساده انگارانه مارکسیستی، براش اصلا قابل پذیرش نبود که کسی مثل شاه میتونه اصلاحات در مملکت بکنه. من دوران دانشجوی جزء کنفدراسیون بودم، یکی از شعارهای کنفدراسیونی بود که شاه نه میخواهد و نه میتواند اصلاحات بکند. کنفدراسیون تمام تلاشش رو میکرد که ثابت بکنه، یا بخش عظیمی از کنفدراسیون، که ایران هنوز فودالیسم، برای اینکه در فکر حاکم متصور نبود کسی که در 15 خرداد، تا اونجایی که من میدونم تنها کسی که در 15 خرداد متوجه شد که دعوا بین کی و کیست، بین چی و چیست، بین تجدد و سنت ارتجایی است، بین تجدد و
یک نوع حکومت خردمدار، حکومتی که زنها درش نقش دارند و اون رو در اون وقت شاه نمایندگی میکنه و فکری که میگه زنها نباید در حکومت نقش داشته باشن و تجلیش آیت الله خمینی است، مخالفت با ولایت با اصلاحات ارضی میکنند، مخالفت با آمدن زنها در عرصه اجتماعی میکنند، مخالفت با قانونی میکنند که علم سعی کرد ببره، قانون اصلاح انتخابات، و اون قانون در نوع خودش در زمان خودش به غایت مترقی بود، قانونی بود که میگفت هر کسی حق داره اگر انتخاب شد به مقامی به کتاب مقدس خودش قسم بخوره. چرا یه یهودی یا یک بهایی یا یه زرتشتی یا یک مسیحی که اینا شهروندان ایران هستن باید از همه حقوق شهروندی برخوردار باشن، چرا باید به کتاب یک قرآن قسم بخورن که براش احترام قائلن ولی کتاب مقدس اونها نیست؟ اینقدر سر این فشار آوردن و اینقدر هیچ کسی حاضر به دفاع ازش نشد که رژیم شاه وادار به عقب نشینی شد. یه نفر متوجه این ماجرا بود تا اونجایی که من میدونم، خلیل ملکی بود. خلیل ملکی دامه که به دکتر مصدق مونیسی در اون زمان میگه این رهبران جبهه ملی عوام فریب هم نیستن، اینها فریفته ای عوامن. میگه در این دعوا واضحه که ما نباید طرف مخالفت با اصلاحات ارضی رو بگیریم. اون نگاهش به جهان نگاه واقع بینانه بود، مارکسیزمش مارکسیزم قالبی استالینیستی نبود و تونست این تمیز رو بده. آقای دکتر میلانی، کاش شما وقتی بیشتری داشتید میشد بیشتر از شما آموخت و گرفت. آقای دکتر میلانی، سوالی که الان به نظر من میرسه این است که ما سه نخست وزیر رابط شاه، نخست وزیران متعددی رو داشته ولی سه نخست وزیر شاخص داریم در دوران پادشاهی به استثنای هویدا، قبل از دوران هویدا، یکی فروغی است، یکی قوام السلطنه است و یکی مصدق. به نظر شما رابطه شاه با این سه شخصیت یک چگونه بود؟ دو، کدوم یکی از این نخست وزیران، یا به هر حال اگر این سوال به این شکل طرحش غلطه، کدامین این نخست وزیرها بیشتر مساله حکومتی رو میخواستند، مساله ملی رو میخواستند، و آیا در رابطه شاه و مصدق به خصوص که اتفاق افتاد، آیا همه تقصیرها به گردن شاه، آنچه که بر سر ایران آمد، شاهی که به گفته خود شما یک سال و نیم مقاومت میکنه در مقابل اینکه مصدق رو برکنار بکنه، آیا مصدق مرتکب اشتباه بسیار بزرگی با انحلال مجلس نشد؟ خواهش میکنم اگه ممکن در این توضیح بدید. شما سوالای سخت میکنید و ما رو در چیز قرار میدید. ببینید، چون واقعا جواب صحیح و درست و مکفی بهش دادن یک کمی طول میکشه. اولا من فکر میکنم اگر بخوایم پنج نخست وزیر شاخص اون دوران رو یاد بکنیم، یعنی نخست وزیران شاخص به این معنا که در مفهوم واقعی نخست وزیر بودن و بر حقوق نخست وزیری تأکید میکردن، اونا پنج نفرن. اون سه نفری که شما گفتید به علاوه زاهدی و امینی، زاهدی و امینی به اندازه اونها مصر بودن، امینی یک کمی کمتر برای اینکه تا اون وقتی که قدرت شاه بیشتر شده بود، که حقوق نخست وزیر رو اونجان که در قانون هست حفظ بکنن. و توی اینها به نظر من هر کدوم از اینها در مقاطع مختلف رابطه متفاوتی با شاه داشتن. من فکر کنم اتفاقا تو اینها شاید هیچ کسی به اندازه قوام مخالف شاه نبود، یعنی قوام واقعا
قصد براندازی شاه رو داشت. قوام به چند مقطع میشه گفت با آلمان نازی سعی کرد همکاری بکنه برای برانداختن پهلوی ها، با شوروی شواهدی ها که از این است که قصد داشت وحدت بکنه برای براندازی شاه محمد رضا شاه، با انگلیس و آمریکا استمزاجاتی میکنه در 1951-52 که ببینه میتونه شاه رو بندازه یا نه. این به نظر من حسابش کاملا متفاوته با اونهاست. مصدق هرگز من در یک سندی ندیدم که به سفیر آمریکایی یا به انگلیس بگه که شما به من کمک بکنید من شاه رو بندازم. یعنی اصلا این حق رو برای اونها قائل نبود، در حالی که قوام واقعا قدرت طلبیش اونقدر بود که کاملا این کار رو انجام میداد. در مورد دکتر مصدق من فکر میکنم دوباره چون ما در فکر تاریخی اون گرفتار یک نوع بت‌سازی شدیم، یا مصدق در نزد خیلی ها بت مطلق یا شیطان مطلق، سلطنت طلبه او رو شیطان مطلق میدونن، طرفدارانش او رو مبرا از خطا میدونن. من فکر میکنم انحلال مجلس یکی از مهمترین خطاهای تاریخی استراتژیک مصدق بود و نزدیکان مصدق و وفادارترین دوستان مصدق بهش تذکر دادن. من فکر نمی کنم هیچ کسی در عمل و در طول تاریخ به اندازه دکتر صدیقی یار وفادار مصدق بود. یعنی در عمل نشون داد که محکم وایساده، در دوران همکاریش با دکتر مصدق خدمتکار دکتر مصدق بود، وفاداریش هیچ تزلزلی نداشت. بعد از 28 مرداد هرگز با شاه، نه تنها با رژیم شاه همکاری نکرد، بلکه حقوق مشاوره بگیره از فلان جا، قرارداد فلان کار رو بگیره، رئیس فلان کارخونه بشه که برخی دیگر از سران جبهه ملی کردند و پروندهشون مخدوش شد، نبود. در دانشگاه درس میداد، یک قد گام متفاوت نداشت و وقتی هم که مملکت رو در خطر دید با روشنبینی خیلی بهتری از همه اینها و با وطن پرستی متفاوت از همه رهبران جبهه ملی اومد و گفت من حاضرم دولت تشکیل بدم به شرط اینکه شاه بمونه. کسی که 30 سال یار وفادار مصدق بود در این زمان تغییر داد. این شخص، این سابقه رو برای این گفتم که یه چنین شخصی با یه چنین شخصیتی وقتی وزیر کشورم بود دکتر مصدق میگه خواهیم همه پرسی بکنیم رفراندوم بکنیم، گفت نکنید. به دو دلیل: نه رفراندوم پایه قانونی داره، پایه قانونیش یه ماده است که میگه رأی مردم در مسائل هست، ولی در رژیم پارلمانی که ایران بود رأی مردم در انتخابات متجلی است نه در چیز دیگری. ماده ای برای اینکه ما رجوع مستقیم بکنیم وجود نداشت. دکتر صدیقی این رو متذکر میشه. به علاوه